الان دیگه وقتشه که یه قدم جلوتر بریم و تودولیستمون رو شروع به ساخت بکنیم اولین کامپوننتی که من میخوام برای تودولیستم بسازم یه نوبار هست که این قسمت بالا رو شامل میشه و بخشای اصلی اپ منو گزینه هایی براش داشته باشه که من بتونم بین این بخش ها سویچ بکنم فعلا صرفا یه نوار میخوایم که اون بالا اسم محصولمون اسم اون اپمون که تو دولیست هست رو بنویسه و یه گزینه هم برای نمایش لیست داشته باشه خب برای این کار من این سری از خود انگیولار سی استفاده میکنم و یه کامپوننت جدید میسازم به اسم نوار خب CLI اون فایل های لازم رو برای من میسازه اینجا پوشه نوار ساخته میشه این فایل رو همچنان باشکاری نداریم و این هم توی نوار.component.ts یه موردی که احتمالا تا الان به دقت کرده باشین در مورد کامپوننت های انگیولار وقتی که CLI اونا رو میسازه این بخش است یه NG اینجا اضافه میشه و بعد از کلاس ما این کلاس ما میاد آن اینیت رو ایمپلیمنت میکنه تو این جلسه میخوایم ببینیم که دقیقا این چیه اصلا چرا چنین چیزی اضافه میشه و به چه درد میخوره به خاطر همین وارد بحث لایف سایکل هوک ها توی کامپوننت های انگیولار میشیم برای این قضیه خوبه که بریم سراغ خود داکیومنتیشن انگیولار و ببینیم که این لایف سایکل هوک ها دقیقا چی هستن هر کامپوننت انگیولار که ساخته میشه یک سری تغییر مراحلی توی این روند ساخته شدنش وجود داره یعنی از اون لحظه ای که ما شروع میکنیم یه اینستنس جدید از کامپوننتمون بسازیم انگیولار واسه ساخته این کامپوننت یه سری مراحل رو طی میکنه در از خود اون کامپوننت ما موقع ساخته شدن داره یک سری مرحله رو طی میکنه این مراحل هر کدومشون میتونن یک ایونتی باشن و خیلی خوبه که ما بتونیم این ایونت ها رو یه جوری کچشون بکنیم یعنی فرزن موقع یکی از این اینونت ما میخوایم یه کاری انجام بدیم و اون موقع لازمه که ما بتونیم اون ایونت رو هوک بکنیم فرزن ما یه موقع میخوایم یه کامپوننت رو از بین ببریم یک ایونتی وجود داره به اسم دیستروی و یک آن وجود داره که ما میتونیم اون ایونت رو هوک بکنیم و حالا اینجا موقع دیستروی شدن یک کامپوننت یه عملیاتی انجام بدیم فرزن موقعی که کامپوننتمون رفت میخوایم یه پیامی نشون بدیم الان میتونیم از اون ایونته از اون هوکه استفاده بکنیم لیست هوکهای لایف سایکلی که ما تو انگولار داریم واسه کامپوننت ها اینجا همه موجوده یه تعدادیش خیلی پر کاربرد تره یه تعدادیش هم به اون شکل کاربردی نداره من یه بررسی اجمالی رو اینا میکنم و بعدش هم سراغ اون پرکاربردش میریم اولین هوکی که صدا زده میشه انجیان چنجس هست موقعی که ما در حقیقت هر موقع که یه دیتایی که ما باندش کردیم به یه المنتی تغییر بکنه این ایونت هوک میشه و خب موقعی هم که کامپوننت ساخته میشه برای اولین بار اولین لایف سایکلی که اینجا اتفاق میفته همین انجیان چنجز هست پس فرزن اگه ما یه موقعی خواستیم موقعی که دیتا مون داره تغییر میکنه یه عملیاتی انجام بدیم میتونیم این قسمت رو هوک بکنیم یکی دیگه از هوکا ها اینیت هست انجیان اینیت یکی از پرکاربورد ترین هاست و در اصل موقعی که اون اینستنس کامپوننتی که ما ساختیم اینیشیالایز شده اون موقع این صدا زده میشه و فقط هم یک بار صدا زده میشه این هم دقیقا بعد اون انجیان چنجز اتفاق میفته و اگه بخوایم ترتیبش رو بدونیم خب ما توی کامپوننت هامون اگه دقت بکنید کانستراکتور هم داریم از این کانستراکتور جاهای مختلفی استفاده میکنیم و این انجیان اینیت این هوک اینجا بعد از کانستراکتور اتفاق میفته یعنی چیزایی که تو کانستراکتور نوشتیم اول اجرا میشه بعدش میره سراغ چیزایی که توی انجیان اینیت از اون یه انجی دو چک داریم که هر موقعی که یک تغییری توی انگیولار اتفاق بیفته این هوک میشه حالا این تغییر میتونه هر چیزی باشه فرزن یه کلیکی هم که ما میکنیم خودش یه تغییره و این لایف سایکل میتونه هوک بشه Uh, یکی دیگه از لایف سایکل ها ان جی افتر اینیت هست و یکی دیگه هم ان جی افتر کانتنت هست که این دوتا هم موقعی که اون کانتنت uh, های فرزند دایرکتیو های کامپوننت های ما تغییر میکنه هوک میشن یکی دیگه ان جی افتر ویو هست که اینم جزو اون لایف سایکل های پرکاربرده بعد از اینکه کامپوننت ما ویوش ساخته میشه و میاد توی صفحه اینجا این لایف سایکل هوک میشه و خب خیلی اوقات هم لازمه که ما از این استفاده بکنیم به غیر از اون یه ng after view checked هم وجود داره که اونو خیلی کاری باش نداریم و ng on destroy که این هم تا حدی حد پرکار برده توضیح دادم فرزن اگه ما بخوایم یه موقعی وقتی کامپوننتمون داره از بین میره یه کاری رو انجام بدیم میتونیم بیایم این لایف سایکل رو هوک بکنیم و اونجا این عملیاتی که میخوایم اتفاق بیفته رو انجامش بدیم پس مهماش اگه یه دور دیگه بخوایم چک کنیم یکیش انجیان چنجز که موقعی هر تغییری داره اتفاق میفته هر تغییری که مربوط به دیتا بایندینگ ما میشه مربوط به اون پراپرتی های ما میشه یکی دیگه انجیان اینیته که موقعی ساخته شدن کامپوننت انگیولار هوک میشه و فقط هم یک بار یکی انجی افتر ویو چکت هست آراته انجی افتر ویو اینیته مهمتره و اون یکی هم انجیان دیستروی تو ادامه وقتی که ما داریم پروژمون انجام میدیم بیشتر با این لایف سایکل ها در ارتباط خواهیم بود و به نوعی تو عمل میتونیم هوک شدن این لایف سایکل ها رو ببینیم و خب نکته مهم هم همینجا بود از الان به بعد ما وقتی که داریم یه کامپوننت میسازیم این انجینیرینگ رو داریم و توش هم اتفاقا کارهای زیادی و قرار رو انجام بدیم یه نکته دیگه ای که هست اینکه حالا ما چطوری بتونیم از این لایف سایکل استفاده بکنیم برای اینکه ما بخویم از این لایف سایکل استفاده بکنیم لازمه که اون متدی که برای این لایف سایکل وجود داره رو ایمپلیمنت بکنیم و اون کلاس کامپوننت ما هم اون لایف سایکل رو ایمپلیمنت بکنه پس ما با یه چنین سینتکسی با یه چنین پترنی میتونیم به اون لایف سایکل دسترسی داشته باشیم